خفته بودیم و شعاع آفتاب بر سر آبهامان به نرمی میخزید، روی کاشی های ایوان دست نور سایه هامان را شتابان میکشید. درود رفقا، آرش آرتفروشان هستم با یه جلسه دیگه آهنگسازی و تئوری موسیقی. این آهنگی الان براتون اجرا کردم، ترانه شعرش مال فروغ فرخزاد هستش و دومین آهنگی که من توی زندگیم ساختم. فکر کنم مثلا 18 یا 19 سالم بود، همین هولوش بودم، گیتار تازه یاد گرفته بودم، این آکوردم نمیدونستم چی چیه. من دیدم خدای چه صدای تاریک و عجیب و غریبی داره. توی یکی از آهنگای فرامرز اصلانی شنیده بودمش و بعد رفتم پرسیده بودم، یه نفر گفته بود که اینو میگیره، به من گفته بود همجوری دیمینیش، دیگه نگفته بود این چی چی دیمینیش، اصلا چه جور دیمینیش. من همجوری میگرفتم دیمینیش، منم سریع اومدم دیدم بعد میمینور فرامرز اصلانی گرفته، منم گرفتم. اون ترانه چی چیز دیگه بود، من مال من چیز دیگه بود و خلاصه که رو هم رفته چیز جالبی در اومد و کامل هم از این آهنگ. به زودی سعی میکنم که شده با یه گیتار براتون بزنم بخونم ریلیزش کنم که نظر بدین در مورد دومین آهنگی که من تو زندگیم ساختم. 4 تا دونه 5 تا دونه کلا آکورد بلدم، یه دیمینیش هم یاد گرفته بودم دیگه، فکر کردم دیگه. ولی من دوستش دارم، هنوزم بعضی وقتا واسه خودم میزنم گوشش میدم. و اون موقع رفتم استودیو ضبط کردم و یکی از دوستان پیانو میزد، رفتیم ساز دهنی. اون موقع کسی آشنا نداشتم، هنوز با بابک دوست نشده بودم، خودم میزدم ولی حرفه‌ای نبود، نه ساز دهنی خوبی داشتم نه حرفه‌ای که بتونم تو استودیو همچین ملودی سختی بزنم. یه ملودی با ساز دهنی کیبورد روش زدیم و یه خلاصه تنظیمی شد. اون موقع منم اصلا خوب نمیخوندم، اون موقع جای صدامو پیدا نکردم، هنوز تازه وارد موسیقی شده بودم، هنوز شروع نکرده آهنگ ساخته بودم. برای همین این پلیلیست رو درست کردم، برای گفتم شاید خیلی ها مثل اون موقع های من علاقه به این داشته باشن که خودشون خلق کنن و بخونن. به خاطر همین این آموزش ها رو براتون دارم میذارم. خب بچه ها، اون آهنگ که رازی فرامرز اصلانی داشت که من خیلی دوستش دارم این بود، براتون مثال میذارم چون اصلا در مورد این آکورده. ببینید کجا میگیره، میگه روزگار بهانه و تشویش، روزگار ترانه و اندوه، روزگار بلند و بی فرجام. ببینید کجا گرفت، روزگار بهانه و تشویش، قشنگ رو تشویش اومد یه آکورد دیمینیش گرفت، صدای تشویش میده. میبینید منم کجا گرفتم، من جایی گرفتم که داره در مورد اینا بذار براتون بخونش. میگه خفته بودیم و شعاع آفتاب، من خواستم اون حالت زغزغ پوست زیر آفتاب رو نشون بدم اون موقع، به خاطر این آکورد رو گرفتم چون میخواستم قشنگ طرف بسوزه وقتی این تیکر رو میشنوه یه لحظه بره زیر آفتاب با این آکورد. و البته اینجا منظور شاعر منظور خوبی ها، زیر شعاع آفتاب دارن کیف میکنن. ولی من گفتم بذار اون حس رو بدم چون این آهنگ قراره به سمت تلخ بره، این شعر به سمت تلخی میرفت، من گفتم اینجا یه سری انگولک به شنونده بدم که بگم آقا این قراره که غمگین شه، آقا این همه چی اینقدر ایدئال پیش بره. اما اول آهنگ گربه رو دم هجله کشتم. خلاصه که میخوام این جلسه در مورد آکوردهای دیمینیش باهاتون صحبت کنم، اما این آکوردی که گرفتم دیمینیش 7 بود. خب به اینجا میرسم، هر دوتا رو بهتون میگم، بریم سراغش. فکر کنم دیگه نیازی به توضیح در مورد فضا سازی دیمینیش نداشته باشیم، من دوتا مثال زدم که قشنگ درک مطلب شه، دیدین کجا تو چه فضایی به کار میره. پس دیمینیش یه آکورد تاریک و پر از تشویشه و وقتی خواستین یه کاری بسازین یه لحظه یه اتاق تاریک پرتش کنین شنونده رو توی اتاق تاریک، این میتونی آکورد دیمینیش بگیرید و این اتفاق میفته. اما چجوری آکورد دیمینیش ساخته میشن بچه‌ها؟ آکوردهای دیمینیش که ما اکثرا از 7شون استفاده میکنیم تو گیتار، چون گیتار 6 تا سیم داره و سخت نوت 3 صدایی روش گرفتن مثل دیمینیش، چون آکوردهای دیمینیش 3 صدایی ان بچه‌ها، جالبه بدونید. تفاوت بچه‌ها دیمینیش خیلی به مینور نزدیکه، چون میدونی مینورا غمگینن ماژورا شادترن، دیمینیش غم و تنهایی رو به آدم میده. اون تنهایی الان بهتون میگم چه اتفاقی داره میفته. بچه ها یه بار توی یه سری از ویدیوها براتون توضیح دادم که تو همین ویدیوهای آهنگسازی تو بخش تئوری بهتون گفتم بودم بچه ها هر چی نوتا به هم دیگه نزدیکتر بشه موقع آکوردسازی فضامون دارکتر میشه، یادتونه بهتون گفتم فضا تنگتر میشه واسه شنونده، یه جوری میشه.
مینور به خاطر همین با ماژور فرق داره و بهش میگن آکورد کوچیک و به ماژور میگن آکورد بزرگ، به خاطر همین. چون مثلا ماژور اون فواصل آکورد منظورشونه، مینور میاد چیکار میکنه؟ یه فاصله کوچولو اولش تولید میکنه. یادتونه دیگه، مثلا لا مینور بعد از لا دو بود، خب یک و نیم پرده سری بعدش نوت بعدیه، برام این جای تنگ هم اول یه حال غریبی به آدم میده، غمگین میکنه آدم. اما وقتی مثلا از دو میره به سمت می، اون فاصله دو پرده ای باعث میشه که یه ذره حالش بهتر بشه. اما دیمینیش میاد چیکار میکنه؟ اون دو پرده رو میکنه یک و نیم پرده، یعنی دیگه قشنگ پد کم سر تو سرش بنده همونجا میبنده. یعنی چه یک و نیم؟ مثلا اگه بخوایم لا دیمینیش رو مثال بزنیم، لا دیمینیش میشه لا دو سر جای خودش قرار میگیره، اما اون یه میشه می بمول. خیلی وحشتناکی میشه. میبینی بچه ها، مثلا میخوام سر دسته بگیرمش، اولا سه تا سیم بیشتر نگیریم، حالا با چهار سیم هم میشه زدش، نمیشه خیلی روش ریتم زد با اون ریتمان افتاد، بیشتر آکورده آرپش دورین. بچه ها ریدیز یا می بمول رو میتونین رو سیم چهار بگیرین، لاین بالا که آزاد داره تولید میشه، میتونین مثلا یه دونه مثلا لا هم اینجا بگیریم روی سیم سوم فرت دو بگیریم و یه دونه دو هم اینجا زیر روز این سیم دوم بگیریم. نگاه کنید بچه‌ها، این چهار صداییشه اگه بخوام پی ام بزنیم رو سیم 5. سیم 5 4 3 2 رو دارم میزنم. میتونیم اصلا سیم 5 هم نزنیم، بازم اون صدا رو تولید میکنه و صدای باحالی میبینی بچه‌ها، صدای خیلی باحالی میده. انگار دارین فیلم میبینین، طرف اوشی در مثلا قاتلمون طرف داره میره ببینه کی باشه. خیلی از آکورد دیمینیش اگمنت که بعدا براتون توضیح میدم خیلی تو فیلم های چیز استفاده میکنن، ژانر فیلم سازی استفاده میکنن، بچه ها که دوستان آهنگ سازی فیلم کار کنن. پس بنابراین دیمینیش اینجوری ساخته میشه. حالا شما دیگه میتونید بریم واسکوتون همه رو بسازین، یک و نیم یک و نیم پرده، خیلی راحته. یه آکورد هم من آکورد دست باز واسه تون بگم، سی مثلا خیلی جالبه، آکورد سی دیمینیش بچه‌ها نه دیز داره نه بمول داره. مثلا دیدین لا دیمینیش مثلا می بمول داشت، ولی سی دیمینیش نه دیز داره نه بمول داره. بهتون میگم، یه پرانتز وا کردم سی دیمینیش رو مثال زدم، چون جلسه بعدی باهاتون کار دارم، قراره یه محتوای باحال بهتون بدم جلسه قبل که خیلی سال داریم به من میگین نمیاد بده، الان بهتون میگم چیه. خب اینو ببندمش، سی رو بچه‌ها، سی خود نوت سی که سیه، خب تا دو یه نیم پرده است، از دو تاره میشه یک و نیم پرده، پس شد سی ره. تا الان نوتای سی بیدی نمیشه سی ره. حالا از ره تا می چند فرت؟ دو تا فرت، یه پرده، می تا فا نیم پرده. پس بنابراین میشه دقیقاً سی ره فا، سه تا نوت آزاد به دست اومد، سه تا نوت بکار به دست اومد، درسته؟ سی و ره و از اون بر فا رو که بگیرین با هم دیگه، شما آکورد سی دیمینیش دارین، آکوردی که نه دیز داره نه بمول. پس اینو داشته باشین، من اینجا بهتون گفتم یادتون نره، خیلی مهمه که سی دیمینیش نه دیز داره نه بمول. حالا جلسه دیگه میخوام چی بهتون یاد بدم، جلسه دیگه میخوام بهتون یاد بدم از روی گام آهنگ آکورد آهنگو در بیارین. یعنی خیلی راحت اوقات شما این بعد شما یه آهنگو که گوش میکنی چند تا دونه نوت توش میزنی، مثلا میفهمی ا مثلا این دیز اون بمول، گام اف سری میفهمی، گام فهمیدن خیلی آسونه با گوش. خب گامو فهمیدی، آکوردا رو میریزی بیرون به همین راحتی و از روش خیلی ساده بهتون میگم، خیلی جالبه جلسه بعدی. خب پس آکورد دیمینیش شد این، اما ما گیتاریستا بچا بیشتر از دیمینیش 7 استفاده میکنیم. دیمینیش 7 دیگه چی چیه آرش؟ دیمینیش 7 خیلی آسونه، سه تا یک و نیم پرده داشتی بکنه 4 تا یک و نیم پرده به همین راحتی. مثلا اگه مثلا داری سی دیمینیش 7 رو میخوای درست کنی، فارم دوباره برو جلو، فارو برو جلو ببین به چه نوتی میرسی. خیلی جالبه، فارو بری جلو به سول میرسی، درسته؟ و بعد از سول میرسی به چی؟ حالا سول دیز یا لا بمول فرقی نداره. خلاصه که این چهار صدایی میشه، اوکی؟ و میشه سی دیمینیش 7. یا مثلا لادیم این آکوردی که من گرفتم دو تا آهنگ اجرا کردم، فرامرز اصلانی و آهنگ خودم، لادیمینیش 7 گرفتم بچه‌ها. لادیمینیش 7 این شکلی میتونید بگیرینش، نگاه کنید نوتایی که دارین میگیرید به ترتیب بالا حساب کنید، سیم 6 فرت 5م میشه لا، سیم 5 فرت 6مش میشه ردیز یا می بمول، درسته؟ سیم 4م فرت 7مش میشه لا، دوباره لا داریم، پس دوباره لا داره تکرار میشه. سیم 3م فرت 5مش میشه دو، سیم 2م فرت 7مش بچه ها حدس بزنیم میشه فا دیز یا سول بمول، و سیم 1م دوباره فرت 5م میشه لا. پس کوردی که به دست اومد شد لا دیمینیش 7. حالا شما تو خونه تمرینتون اینه، بشینین تمام آکوردا رو دیمینیش 7 شون رو بسازید به همین سادگی، و این آکوردا رو میشه استفاده کرد توی آهنگای
پاپ و خیلی باحال. دیدین دیگه، دو تا مثال صد زدم، بیش خیلی هم مثال دارم، میتونم تا صبح براتون مثال بزنم. خیلی جا اصلا شاید بوده و متوجهش نشدین. آهنگسازای درجه یک خیلی از این آکورد استفاده میکنن چون خیلی دوست داشتنیه. و توی موسیقی فیلم که اصلا حرف اولو میزنه دیمینیش و آگمنت، این دو تا آکورد. خب اینم از آکوردهای دیمینیش و دیمینیش 7. بچه‌ها حتما حسابی این آکوردها رو من مثال ساده میزنم. بشینید تو خونه دونه دونه حساب کنید و بیاین توی کامنت ها بپرسین. مشکلی نداره توی کامنت ها بزنید آرش مثلا من مثلا می بمول دیمینیش 7 مثلا ساختم، آقا درست ساختم، یا چه میدونم ر دیمینیش ساختم، درست ساختم. خیلی باحاله از شماها بپرسین. منم مجبور میشم که یواش یواش جواب بدم و این سوال و جواب خیلی حال میده. اگه دوست داشتین تو اینستاگرام هم بهم بگین که کویز درست کنم واسهتون، چون دیدین که در مورد گیتار کلاسیک دارم مطلب درست میکنم، کویز درست میکنم. واقعا یه ذره فعال باشین، من تو اینستاگرام هم براتون فعالیت میکنم، کاری نداره. و تمرینات تو اینستاگرام هم یواش یواش بیشتر جواب میده. دمتون گرم، موفق باشین.